سلام سلام، من خدا هستم، مره خود خود خدا. او اعداد ارقام قرآن بی نظیره. قرآن میگه زمین و آسمان ها رو در 6 روز آفرید. آسمان ها و زمین و هرچه بین آنهاست در 6 روز آفریده. بعد قرآن به تفکیک این خلقت عظیم رو نشون میده. یعنی خلقت زمین در 2 روز بوده. خلق الارض فی یومین. البته مثل اینکه قرآن به 1000 سال میگه 1 روز. به هر حال خلقت آنچه بین زمین و آسمان هاست شامل کوها و مواد غذایی در 4 روز خلق شده. و جعل فیها فلان و بهمان فی 4 ایام. و سرانجام خدا به فکر ساختن آسمان افتاده که اون هم 2 روز طول کشیده. 7 سماوات فی یومین. و مجموع این روزها یعنی 2 روز به علاوه 4 روز به علاوه 2 روز میشه 6 روز. خنده نداره؟ خدا جمع زده؟ همون خدایی که این دنیا رو دقیق خلق کرده فرق عدد 6 و 8 رو نمیدونه. جمع زدن بلد نیست. تصور بامزه اینه که قبل از خلقت آسمون و زمین و کان عرشه علی الماء، عرش خدا روی آب بوده. یعنی آب قبل از آسمون و زمین وجود داشته. بگذارید تصور دیگه ای از قرآن رو هم براتون بگم. از کوهایی که در اون آسمان هاست تگرگ فرو میریزه. قرآن گفته که باران از ابر میاد و تگرگ از کوههای آسمان. غافل از این که تگرگ همون قطرات بارانه که در اختشاشات شدید جو منجمد شده. اینها علم الهی است. جمع کنید بساط علمی بودن قرآن رو. در جای دیگه قرآن میگه ما همه چیز رو جفت جفت آفریدیم. گیاهان رو جفت جفت آفریدیم. میوه ها رو جفت جفت آفریدیم. و مسلمون ها باز به فکر این افتادند که بگن خوب، قدیم که نمی دونستن گیاهان نر و ماده دارند. و قرآن اینجا این رو می دونسته. قرآن میگه ما همه چیز رو جفت جفت آفریدیم. غافل از این که باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها، خزه ها، سرخس ها، کاج ها، گیاهان رده بازدانگان هیچ کدوم نر و ماده ندارند و فقط گیاهان نهاندانگان نر و ماده دارند. ولی قرآن گفته همه چیز رو جفت جفت آفریدیم. حتی اشاره کرده که میوه رو جفت جفت آفریده. فکرش کن در قرآن میوه نر و ماده داره. جمع کنید این بساط علمی بودن قرآن رو. جمع اعداد کسری در قرآن هم موضوع خنده داریه. موضوع اینه که خدا میخواد ارث رو تقسیم کنه، خودش هم میخواد تقسیم کنه و تقسیم کردن بلد نیست. طبق آیات صریح قرآن، آیات 11، 12 و 176 از سوره نساء، قوانین ارث به شرح زیره. در نظر بگیرید یک زن و شوهر هر کدوم پدر و مادری دارند و با هم دیگه چند تا فرزند دارند. اگه خدای نکرده مرد بمیره، پدر و مادر مرد هر کدوم 1/6 ارث رو میبرند و زن داغدار 1/8 ارث رو میبره و فرزندان 2/3 میراث رو میبرند. البته اصلا 2/3 باقی نمونده که ببرند. خب بزرگترها بر طبق آیات قرآن نزدیک به نصف ارث رو بردند. 2/3 باقی نمونده برای بچه های یتیم. حالا اگه زن بمیره اوضاع بدتر میشه، چون علاوه بر سهم 1/6 پدر و سهم 1/6 مادر، شوهر داغدار باید 1/4 میراث رو ببره. یعنی فقط حدود 40% میمونه برای بچه های یسیر. ولی قرآن میگه 2/3 از کل میراثی که از اون میت بر جای مونده باید به بچه ها برسه. ای بابا، فقط 40% مونده؟ قرآن میگه 2/3 رو بدید به بچه ها، یعنی 66% بدید به بچه ها. خب بقیه شو از کجا باید بیاریم؟ خلاصه هر جور حساب کنید یک جای کار میلنگه. فقط وقتی محاسبه قرآن درست در میاد که پدر و مادر همزمان بمیرند،
اون وقت یک سوم به والدین و دو سوم به فرزندان میرسه. خسته نباشید، واقعا از این تقسیم ارث و میراث خداوند خسته نباشه. جمع کنید این بساط علمی بودن قرآن رو.